سلام، خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از تک شو همراه من و سارا. تو برنامه این هفته قراره راجع به تاثیرات تکنولوژی روی امدادرسانی و نجات براتون صحبت کنیم. آره بریم ببینیم چه خبر. هفته در تک شو میبینیم که چطوری تکنولوژی به نجات جون انسان‌ها کمک میکنه. فیسبوک دوباره خبرساز شده و در بهترین‌های اینترنت با ربات جدیدی در زمینه جستجو و نجات آشنا میشیم. امروز به بندر جنوبی انگلیس و شهر کوچیک ایستبورن اومدم که از یک سازمان خیریه به اسم RNLI دیدن بکنم که کار اصلیشون اینه که جون مردم رو در دریا نجات بدن. نزدیک به 200 ساله که این شعبه از RNLI در اینجا وجود داره، ولی خب حدود 236 تا شعبه دیگه در سرتاسر بریتانیا و همینطور آیلند دارن. قایق جدیدی دارن که خیلی تکنولوژی پیشرفته و بالایی داره، برای همینم من امروز اینجا اومدم که هم راجع به قایقشون بدونم، بیشتر راجع به کارشون بدونم و همینطور بدونم که تکنولوژی چجوری تونسته تو کارشون بهشون کمک بکنه. شما هم همراه من. خب به همراه گروه نجات اومدیم سوار قایقشون شدیم که اسمش هم دایموند جوبلیه و همینطور که میبینیم به من یه دونه جلیقه نجات دادن که خب حادثه هیچ وقت خبر نمیکنه دیگه، ممکنه خدایی نکرده اتفاقی بیفته که اگرم افتاد اینا خود به خود خودشون باز میشن. ولی شما اگه که موافق باشین بریم بیشتر با خودشون، با این گروه آشنا بشیم، ببینیم چه کارهایی میکنن، چه تکنولوژی هایی استفاده میکنن. با من بیاین. مارک که کاپیتان این قایق نجات بود برای من توضیح داد که قایق جدید اونها از نظر اندازه بزرگتر از قایق قبلی بوده و سرعتش هم بیشتر از دو برابر قایق اوله. و از همه مهمتر اینکه به کمک تکنولوژی جدید اونها قادر بودن از روی همه صندلی ها حرکت قایق رو کنترل کنند و به کمک سیستم جدید سیمز که در واقع سیستم مدیریت اطلاعات در قایق به شمار میره، در همه موقعیت‌های قایق میشد تمام کارها از جهتیابی گرفته تا بخش‌های مکانیکی قایق رو کنترل کرد. مارک میگفت که برعکس قایق قبلی که دو تا فرمون برای کنترل حرکت داشت، این یکی فقط از یک فرمون برخورداره، اما در سه موقعیت دیگه قایق میشه به کمک جویستیک این کار رو انجام داد. یکی از این جویستیک ها در قسمت ورودی قایق بود که به اونها اجازه میداد که فقط با فشار دادن یک دکمه جهت قایق رو مشخص کنن تا با امنیت بیشتری در آب حرکت کنن، مخصوصا وقتی که به قایق دیگه یا افرادی که در آب هستن نزدیک میشن. از مارک پرسیدم که وقتی موقعیت اضطراری به اونها اعلام میشه چیکار میکنن. اون برای من توضیح داد که گارد ساحلی پیام اضطراری رو دریافت میکنه و از طریق پیجر RNLI رو در جریان امرجنسی میذاره. به جز مارک که تنها عضو تیم بود که به صورت تمام وقت کار میکرد، بقیه افراد تیم به صورت داوطلبانه برای RNLI کار میکردن. پس در موقع اضطراری اونها باید هر کاری که داشتن رو کنار میذاشتن و به ایستگاه نجات رفته برای حادثه اتفاق افتاده خودشون رو آماده میکردن که این اتفاق ممکن بود در هر ساعت از روز یا شب اتفاق بیفته. کل این پروسه از زمانی که افراد تیم با خبر میشن تا وقتی که سوار قایق شده به سمت مکان حادثه حرکت میکنن تقریبا فقط بین 10 تا 12 دقیقه طول میکشید. حالا زمان اون رسیده بود که به داخل قایق برم تا با طرز کارش بیشتر آشنا بشم. خب یه طبقه اومدیم پایین، اینجا جاییه که کسایی که نجات دادن خیلی راحت میتونن بشینن اینجا و همینطور چند تا جعبه های کمک های اولیه و هر چیزی که احتیاج اینجا وجود داره. ولی بیاییم برسیم به این قسمت. این قسمت در واقع مغز قایقه که همه یه چیزای الکترونیکی اینجا قرار داره و از اینجا کنترل میشه، که البته اگه به هر دلیلی اتفاقی افتاد و نتونستن این با این سیستم قایق رو کنترل بکنن، اینا رو میتونن از کار بندازن و به صورت مکانیکی و دستی کارشون رو انجام بدن. اینجا هم که همه فیوزاست که میبینین که میتونن هر چیزی رو قطع بکنن. ولی یه اتاق میریم داخل، همراه من بیاین.
این اتاق کوچولویی که اینجا میبینین در واقع باکای بنزین قایقه که دو تا باک بنزین داره که اگه به هر دلیلی باز یکیش از کار افتاد یا تموم شدش میتونن خیلی راحت عوضش کنن به اون یکی باک و از اون یکی استفاده بکنن. خیلی جالبه که بدونین این پایین که باکای بنزین و بعد موتور که حالا میریم داخل میبینیم وجود داره در واقع سردترین جای قایقه. آدم فکر میکنه که وقتی میاد نزدیک موتور میشه خیلی گرمتر میشه، ولی نه، اینجا در واقع سردتره به خاطر اینکه از یه سیستم آبی کمک میگیرن که تمام مدت داره کل اینجا رو سرد میکنه. حالا با من بیاین بریم به داخل موتور قایق. رسیدیم به قسمت موتور قایق. همونجوری که میبینین این قایق دو تا موتور داره که باز اگه به هر دلیلی یکیشون براش مشکلی پیش اومد میتونن خیلی راحت عوضش کنن به اون یکی. و همونطور که گفتم اینجا سردترین قسمت قایقه و همینطور پر سر و صدا ترین قسمت قایق که الان جنراتورها روشنن، میبینین که خیلی سر و صدا اینجا هست، ولی وقتی که قایق را میفته اینجا حتی باید از این چیزایی که گوش و محافظت میکنه بذارن اگه قرار باشه کسی بیاد این پایین و یه چیزی رو تعمیر بکنه. و همینطور اینو بهتون بگم که بازم همه چیز به صورت الکترونیکی کار میکنه، ولی اگه به هر دلیلی از کار افتاد میتونن به صورت مکانیکی و دستی اون با اون حرکت بکنن و هیچ چیزی باعث نمیشه که کارشون رو متوقف بکنن. دیگه این قسمت هم مثل همه جاهای دیگه قایق دو تا دوربین وجود داره، یکی این سمتش یکی اون سمتش، که اگه به هر دلیلی یکی اومد که کار چیزی رو اینجا تعمیر بکنه از مهندساشون میتونه کاپیتان قایق از بالا همه چیز رو چک بکنه به همین سادگی. من روی یکی از صندلی‌ها که مخصوص مهندس قایق بود نشستم و مارک برای من راجع به سیستم سیمز بیشتر توضیح داد. اون برای من گفت که کار مهندس قایق اینه که بر کل سیستم الکتریکی و موتور قایق نظارت کنه تا مطمئن بشه که همه چیز درست کار میکنه، که البته همه این کارها رو به راحتی و به کمک یک ماوس و روی اسکرین انجام میده. مارک به من گفت که حتی صندلی‌ها هم به صورت مخصوصی توسط RNLI طراحی شده بودن. این صندلی‌ها شباهت زیادی به صندلی های ماشین های مسابقه داشتند و روی کمک فنرهای بزرگی قرار داشتند تا جلوی تمام ضربه هایی که در دریای طوفانی ممکنه به افراد وارد بشه و به ستون فقرات اونها آسیب برسونه گرفته بشه. از مارک پرسیدم که چه کسانی در هر مأموریت باید در قایق حاضر باشن. با اون گفت که حداقل به 5 نفر در هر مأموریت نیازه که اونها تشکیل شدن از مهندس قایق، هدایت کننده یا راننده قایق، کاپیتان قایق، اپراتور رادارها و جهتیاب. همه این افراد جای مخصوصی در قایق داشتن که البته به کمک سیستم سیمز میتونستن از جای خودشون کار دیگر افراد رو ببینن و یا حتی در زمان مورد نیاز کار دیگری رو انجام بدن. در زمانی که مارک برای من طرز کار قایق رو توضیح میداد، از طرف گارد ساحلی پیام اضطراری به اونها پیج شد. مارک گفت که حادثه‌ای در بندر نزدیک به اونها اتفاق افتاده که تیم دیگه‌ای به مکان حادثه فرستاده شده. و این برای من روشن کرد که تیم RNLA همیشه در حالت آماده باش هستن تا به مکان حادثه فرستاده بشن. This is the helmsman's position. مارک در موقعیت راننده و کنترل کننده قایق به من توضیح داد که این شخص به کمک اسکرین میتونه نقشه رو ببینه و در مواقع اضطراری قایق رو هدایت کنه، که البته به صورت مداوم با اپراتور رادارها در حال همکاریه و همچنین از اونجا میتونه تمام دوربین ها رو چک کنه تا ببینه در داخل و حتی خارج قایق چی میگذره، که این یک راه ساده ولی مفید برای اطمینان از موقعیت همه افراد سوار بر قایق بود. وقتی که روی صندلی کاپیتان قایق یعنی مارک نشستم، اون در مورد دوره‌های آموزشی برای عضویت در تیم نجات RNLI بیشتر برام توضیح داد. مارک به من گفت برای اینکه بتونی عضو گروه نجات بشی، باید 2 سال آموزش ببینی و خود او هم دوره آموزشی جدیدی رو گذرونده بود تا بتونه قایق جدید رو مدیریت کرده و به بقیه خدمه هم طرز کار اون رو آموزش بده.
مارک همینطور میگفت که او و اعضای گروه هر هفته به تمرینات مختلف میپردازن و هر سه ماه هم شخصی به عنوان ارزیاب به قایق اونها فرستاده میشه تا شایستگی و سرعت اونها رو در مواقع اضطراری ارزیابی کرده و از کارشون مطمئن بشه. این قایق فوق‌العاده که ارزشی در حدود 2.7 میلیون پوند داره، امروز بهترین راه جستجو و نجات در دریاهای بریتانیا به شمار میره و به قول مارک نه تنها زندگی رو برای اون و خدمش آسان‌تر کرده، تونسته زندگی‌های بیشتری رو هم در دریای همیشه طوفانی بریتانیا نجات بده. آمار نشون داده که تعداد کسایی که در اثر غرق شدن جونشون رو از دست میدن حتی از تعداد کسانی که در اثر مالاریا میمیرن بیشتره و اینجاست که ما متوجه میشیم کار سازمانهایی مثل RNLI چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و چقدر میتونه خطرناک باشه. یک گجت خیلی باحالم براتون پیدا کردیم که توی زمینه امدادرسانی میتونه خیلی خیلی کمک کنه. در حال حاضر داره توی یکی از دانشگاه‌های آمریکا روش کار میشه و دارن درستش میکنن که جوری که این گجت کار میکنه و حرکت میکنه خیلی شبیه حرکات مار میمونه. این گجت با استفاده از کنترل دستی هدایت میشه اینور اونور و حدود 90 سانتی متر قدش هست، بلندیش هست و از قطعات مختلفی ساخته شده که به هم دیگه چسبیدن. کلی دوربین و رادیوهای مختلف توشه که میتونن خیلی راحت اونو بفرستن جای مختلف، مثلا زیر آوارها، ساختمان‌های بلند، بالای درخت اینور اونور که ببینن کسی هست که احتیاج به کمک داشته باشه یا نه. همونجوری که گفتم این گجت هنوز وارد بازاران نشده، در حال حاضر دارن روش تحقیقات انجام میدن که بتونن به بهترین نحو ممکن درستش کنن، ولی خودشون اعتقاد دارن که این گجت وقتی بیادش بهترین گجتی هستش که توی این زمینه تا حالا وارد بازارا شده. یه وبلاگ خیلی جالب در زمینه امدادرسانی و نجات یکی از بیننده‌های عزیز تکشو به ما معرفی کرده که اسم این وبلاگ جستجو و نجات در حوادث جاده‌ایه. همینجور که میدونیم حوادث جاده‌ای متاسفانه توی ایران خیلی زیادن و این وبلاگ یه جورایی میتونه به شما کمک بکنه. کلی میتونین مطالب مختلف بخونین، میتونین راجع به کمک‌های اولیه اونجا مطالبی پیدا بکنین و یاد بگیرین کمک‌های اولیه رو. به وبسایت‌های اصلی کمک رسانی و امداد مثل هلال احمر، مثل صلیب سرخ جهانی وصل بشین و همینطور یه قسمت کوچیکی هم برای سرگرمی داره که اونجا میتونید بازی‌های آنلاین رو انجام بدین و مطالب خنده‌دار و خوندنی بخونید. یه اپلیکیشن فوق‌العاده جالبم براتون پیدا کردیم برای تمام دستگاه‌های iOS، اندروید و سیمبیان به اسم ویو رنجر که این اپلیکیشن اینجوری که گفته شده بهترین اپلیکیشن توی زمینه امدادرسانیه. این اپلیکیشن جای مختلف امتحان شده و همه جا امتحان خودش رو تقریبا پس داده. مثلا نوک قله‌های خیلی بلند که معمولا موبایلتون آنتن نمیده، این اپلیکیشن تونسته کارساز باشه و کارهای مختلف میتونید با استفاده از این اپلیکیشن انجام بدید. اول از همه به درد اوقاتی می‌خوره که مثلا با یه گروه بزرگی هستید، به یه جایی میرید، مثلا وسط جنگل میرید یا توی صحرا میرید و خدای نکرده یه سریاتون گم میشن و با استفاده از این اپلیکیشن خیلی راحت میتونید مکان دقیق همدیگر رو شناسایی کنید و به کمک همدیگه برید و کلی کارهای مختلف. مثلا میتونید بعضی از نقشه هاشو از قبل روی موبایلتون دانلود کنید که اگر خدای نکرده اینترنت نداشتید اونجا، وقتی که از قبل دانلودش کرده باشید میتونید خیلی راحت بدون نیاز به اینترنت ازش استفاده کنید و خیلی کارهای مختلف دیگه. اومدیم یه سری به تنها رباتی بزنیم توی دنیا که توی زمینه امدادرسانی به یه نحو به خصوصی میتونه خیلی خیلی کمک کنه و یه سری تحولات کلا به وجود بیاره. همراه من باشیم بریم ببینیم از چه قراره. فقط توی یوکی سالانه 700 نفر با غرق شدن توی آب جونشون رو از دست میدن و گفته شده که این نوع مرگ سومین عامل اصلی مرگ در کل جهانه. به همین خاطر سری به دانکن که یکی از آتش نشانهای بازنشسته بود زدیم، چون که اون موفق به ساخت دستگاهی شده بود که میتونست توی این موضوع کمک زیادی کنه. دانکن میگفت که با وجود چنین آماری واقعا الان دیگه وقتش بود که یک کسی برای پایین آوردن این آمار یه فکری بکنه. اون میگفت که هزینه فرستادن تیم نجات زیر دریایی توی یوکی فوق‌العاده بالا و به 10,000 پوند در روز میرسه. دانکن رباتی که اسمش رو ساربات گذاشته بود به ما نشون داد و گفت که این ربات با استفاده از سیستم سونار و تصاویر ویدیویی میتونه افراد زیر آب رو پیدا کنه و همچنین با استفاده از چنگکی که داره میتونه اونها رو بگیره و بالای سطح آب بکشه.
اولین کاری که باید بکنیم، دانکن اومده یه سیستمی برای من راه اندازی کرده، مثل حالت بازی مانند میمونه که تمام شرایط و تمام کارهایی که باید در اصل انجام بدیم با اون ربات اصلی که پشت سر من هست، اون رباتو میخوایم ببریم توی رودخونه بذاریمش، ولی خب تمام کارا رو قبل از اون میخوایم اینجا امتحانی انجام بدیم، یعنی حالت نرم افزار براش درست کردن که مثل بازی این کارا رو انجام میدی و دقیقاً همون کارا رو انجام میدی که یکم عادت کنی که وقتی میری توی رودخونه واقعی بدونی تقریبا داری چی کارا میکنی. روی این صفحه که اینجا هستش اطلاعات مختلف رو بهم داده، مثلا چقدر توی آبم، عمقم چقدر، درجه آب چقدر و خیلی چیزهای دیگه که به درد خودشون میخوره توی استفاده های مختلف. در اصل دوربینتون داره نشون میده، دوربینی که روی خود ربات هستش و همه فضا رو داره به صورت زنده فیلم برداری میکنه، یعنی از طریق این سونوگرافی شما خیلی راحت میتونید بفهمید که اشیا کجا هستن، خیلی راحت تر طرفشون برید، نزدیکشون برید، بعد با استفاده از دوربینی که روی خود رباته ببینید دقیقاً چیه، شناساییش کنید. گفته دنبال چیزایی بگرد زیر آب که توی این صفحه‌ای که می‌بینی براق هستن، مثلا نارنجی هستن. این چیزای نارنجی که می‌بینید اینجا چیزایی هستن که خود آب نیست، چیزهای مختلف، اشیاء مختلف زیر آبه که میتونه چیزهای مختلف باشه. خیلی هم راحت، انگار دارین مثلا پلی استیشن بازی می‌کنید، جلو عقب میرید، اینور اونور میرید. و من زدم شیشه رو شکوندم توی بازی، وای به حال این ربات اصلی رو ندن دست من بخوام هدایتش کنم توی آب، معلوم نیست چه بلای سرش میارم، ولی خب ببینیم چی میشه دیگه. آقا من دوباره اومدم یه جا لباسه خودشون رو تنه من کردم همینجوری که، ولی این خیلی باحاله، خیلی دوستش دارم. من باید برم اونجا کمک دانکن کنم، همراه هم دیگه وسایل رو بیاریم ببینیم چه خبره. شما همراه ما باشید. در کل فقط 4 دقیقه طول کشید تا اینکه تمام چیزها ستاپ شد و ساربات آماده برای رفتن زیر آب شده بود. Drowning obviously can happen very very quickly when somebody falls into the water. چیز جدیدی که اونجا یاد گرفتم این بود که آب خیلی سرد میتونه خیلی بیشتر موجب غرق شدن بشه، چون که سرمایه زیاد آب اکثرا باعث میشه که فقط چند دقیقه بعد از غرق شدن مغز و قلب انسان به طور کامل از کار بیفتن. اما همینطور گفت که امروزه علم پزشکی اونقدر پیشرفت کرده که بتونه تا 90 دقیقه بعد از غرق شدن یک فرد توی آب سرد هنوز هم اون رو نجات بده. جوری که هیچ گونه عوارض جانبی رو هم در بر نگیره. به همین خاطر هم دانکن و همراه ربات‌های امدادرسانش معمولاً میتونن توی نجات دادن افرادی که زیر آب موندن کمک بزرگی باشن، چون که اکثرا میتونن که توی مدت زمانی کمتر از 90 دقیقه این افراد رو پیدا کنن و اونها رو به خشکی برگردونن. به همین خاطر هم توی خیلی از حوادث از اونها میخوان که در صحنه حادثه حاضر بشن تا بتونن نه اینکه فقط جنازه افراد رو بعد از ساعت‌ها زیر آب پیدا کنن، بلکه توی مدت زمان خیلی کمی اون افرادی رو هم که هنوز زنده هستن و غرق شدن پیدا کنن و جون اونها رو نجات بدن. That's great. You can see on the bottom, look, you can see little bits of rock and things, so just explore all around you. البته همینجور که اول این بخش گفتم، این اولین رباتی است که توی همچین زمینه ساخته شده و فعلا داره مراحل اولیه کار خودش رو پشت سر میذاره، که اکثرا پیدا کردن جنازه های غرق شده زیر آبه. مثلا افرادی که غرق شدن اما جنازه اونها روزها، هفته‌ها و شاید هم سالها زیر آب مونده باشه و پیدا نشده باشه. دانکن میگفت که برای مثال توی یکی از حادثه ها غواصهای پلیس به مدت 6 ساعت کامل زیر آب دنبال جنازه میگشتن که آخر هم موفق به پیدا کردنش نشدن، در صورتی که با استفاده از ربات سارباکس تونستن طی فقط 7 دقیقه اون جنازه رو پیدا کنن و اون رو به روی آب بکشن. دانکن همینجور گفت که این کاشف زیر دریایی قابلیت دریافت 720 کیلوهرتز امواج صوتی رو داره که فضای برابر با 37 متر رو میتونه زیر نظر بگیره. چنگک رباتی این دستگاه به راحتی و با دقت باز و بسته میشه که میتونست جاهای مختلف مثل پا یا دست کسی که زیر آب مونده رو بگیره و اون رو به بالا بکشه.
کابلی که به ربات ساربات متصل بود از جنس مس بود که کمک میکرد که خود ربات رو به بالا بکشه. البته همچنین یکی از سیم‌های اصلی جریان برقش هم بود. این کاب خیلی سبک و شناور و در عین حال خیلی محکم بود. سبک و شناور چون که روی آب بمونه و یه جورای حین کار توی دست و پای ساربات نباشه و خیلی محکم در حدی که میتونست وزن بالای 100 کیلوگرم رو بالا بکشه. پس وزن بدن انسانی که زیر آب بود رو میتونست خیلی راحت تحمل کنه. خیلی جالب بود. دانکن میگفت که در حقیقت چیزی که روی صفحه میدیدیم امواج صدا بود که دستگاه سوناری که توی ساربات کارگزاری شده بود شناساییشون میکرد. دانکن میگفت که این دستگاه سونار میتونه مواد معدنی و چیزهایی مثل آهن رو شناسایی کنه. بنابراین هرچند که اکثر حجم بدن انسان از آب تشکیل شده، اما هنوز هم قابلیت شناسایی بدن انسان رو داره. دانکن همینطور گفت که دستگاه‌های سونار قدیمی فقط 450 کیلوهرتز بودند که این برای شناسایی بدن انسان کافی نبود، اما امروزه اونها با ساختن این دستگاه سونار جدید با قابلیتی دو برابر موفق به تشخیص بدن انسان هم شدند. همچنین یه دوربین با رزولوشن بالا این دستگاه رو همکاری میکرد که قابلیت فیلمبرداری در فضای خیلی تاریک زیر آب رو داشت و تا حدود 10 متر فضای جلوش رو به طور زنده فیلمبرداری میکرد که علاوه بر این که تصاویر واقعی و زنده زیر آب رو نشون میداد، همینطور همه چیز رو ضبط میکرد که بتونن اگه نیاز داشته باشن صحنه ای رو دوباره بررسی کنن. کنترل کردن این ربات هم خیلی راحت و مشابه به طریقه کنترل بازی بود که قبل از اون داشتم انجام میدادم. دانکن میگفت که اونها سعی کردن کنترل کردن این ربات رو خیلی آسون کنن تا اکثریت افراد بتونن به راحتی ازش استفاده کنن. البته با اینکه من باید بیشتر صفحه سونار رو نگاه میکردم تا صفحه دوربین زنده، ولی خب همش نگام به صفحه دوربین زنده بود. اما دانکن میگفت که بعد از یک مدت کار کردن با این دستگاه دیگه بهش کم کم عادت میکنم و فقط چشمام روی صفحه سونار میمونه. The one that you're operating now, you know, we can actually go down as far as 150 meters. ساربات میتونست تا عمق 150 متری زیر آب فرو بره. جدا از تمام اینها، از همچین رباتی میشه برای کارهای دیگه مثل پیدا کردن اشیاء مختلف زیر دریا یا سرکشی به سطح‌ها و این طور زمینه‌ها هم استفاده کرد. آقا نیم ساعت من میخوام یه شاخه رو از زیر آب بردارم، نمیتونم. اگه یه آدم بیچاره اون زیر بود داده بودن دست من که هیچ. دانکن میگفت که هزینه استفاده از ساربات و تیم اونها فقط 500 پوند در روزه که خیلی ارزونتر از هزینه بالاییه که برای تیم غواصی پلیس باید پرداخت بشه. تازه فضای بزرگتری رو هم میتونن توی مدت زمان کمتری پوشش بدن و جستجو کنن. دانکن همینطور گفت که اینطور که داره پیش میره، استفاده از این ربات در آینده خیلی بیشتر میشه، جوری که همه جای دنیا به اون نیاز پیدا میکنه و امیدوار بود که توی ربات های آیندهش بتونه سیستم سونار سه‌بعدی کار بذاره. خب دیگه کم کم وقت نجات دادن شاخه های زیر آب واسه من داشت تموم میشد. با اینکه خودم توی روندن این ربات افتضاح بودم، ولی کاملا مشخص بود که اگه یکم بهش عادت کنی خیلی خوب میشه از پسش بر اومد. خب همینجور که دیدید واقعا تکنولوژی فوق‌العاده‌ای بودش. من مطمئنم این یه دونه از اون تکنولوژی هست که به زودی زود توی اکثر جاهای دنیا می‌بینیمش که توی جاهای مختلف ازش استفاده بره و جون خیلی از آدم‌ها رو بتونه نجات بده. فیسبوک سرویس جدیدی به نام هوم رو برای استفاده روی موبایل ها ارائه داده که در اصل از چند تا اپلیکیشن تشکیل شده که با همکاری همدیگه تمامی نیوز فید ها و اطلاعاتی که توی فیسبوک شما میفته رو روی صفحه اصلی موبایل شما به نمایش میذاره. با استفاده از سرویس هوم مهم نیست که کاربرها توی اپلیکیشن فیسبوک باشن یا نه. در حال انجام هر کار یا بررسی هر اپلیکیشن دیگه ای تمام آپدیت ها به صورت زنده و با گرافیک جالب روی صفحه موبایل شما پدیدار میشه و شما رو آگاه میکنه. این سیستم تا هفته دیگه برای گوشی های HTC One X و سامسونگ گلکسی S3 قابل استفاده است.
شرکت تکنولوژی فستو با توجه و الهامگیری از نوع پرواز سنجاقک‌ها موفق به ساخت رباتی شده که دقیقاً مشابه سنجاقک‌ها پرهاش رو به صورت انفرادی تکون میده. البته سیستمی که داخل این ربات کارگزاری شده اجازه میده که 4 تا بال هرچند که حرکات انفرادی خودشون رو دارن ولی همزمان کنترل بشن. استفاده از همچین سیستمی قابلیت پرواز رو در شرایطی برای این ربات فراهم میکنه که ماشین‌های پرنده دیگه مثل هواپیما و هلیکوپتر از پسش بر نمیان. هدف از ساخت این ربات اینه که از اون در زمینه ارتباطات به صورت وایرلس استفاده بشه. و در نهایت فکر کردیم خیلی جالبه که بدونین اولین تماس تلفنی که با استفاده از موبایل صورت گرفت دقیقاً 40 سال پیش و در همین ماه اتفاق افتاد. در تاریخ 14 فروردین 1351 آقای مارتین کوپر، یکی از رؤسای شرکت موتورولا، اولین تماس تلفنی با موبایل را انجام داد که طی اون تماس اعلام کرد که این تماس تلفنی برای اولین بار به صورت وایرلس داره انجام میشه. جالبه که بدونین هزینه ساخت اولین موبایل حدود 2300 پوند بوده که کسی قادر به خریدش نبوده. این قیمت در برابر آمار 6 میلیارد نفری که امروز دارای گوشی‌های شخصی خودشون هستن، سرعت توسعه و پیشرفت تکنولوژی رو کاملاً به نمایش می‌ذاره. خب به پایان یکی دیگه از قسمت‌های تکشور رسیدیم. خیلی ممنون که این هفته هم همراه ما بودید. نظرات و پیشنهاداتتون رو یادتون نره به ما برسونید. بله حتما ویدیوی این هفتهمون راجع به یه تیم امدادرسانی در آمریکا که به نظرمون خیلی جالب اومد. پس تا هفته دیگه از من و امید، خدا نگهدار. خدافظ.